سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه و هر کجا که هستین مثل همیشه شاد و پرانرژی باشین. توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطور میتونید رمپ گرد رو با محاسبات دقیق توی رویت ترسیمش رو انجام بدید. من وارد نرم افزار اتوکد میشم و اینجا بچه‌ها من یه چیز رو اول بهتون توضیح بدم و بعد کامل متوجه بشین. خب به عنوان مثال اینجا سطح 0.0 من هستش و من با یک ارتفاع 2.80 باید بیام پایین و بعد اینجا هم به عنوان مثال کف زیرزمین من هستش که ما باید از اینجا یک رمپی رو داشته باشیم به عنوان مثال تا اینجاها برسه. خب موضوعی که هست شیبه رمپ رو من میخوام 15% بگیرم و ارتفاع کلی کار منم 2.80 متر هستش. پس ارتفاع 2.80 و با شیبه 15% ما میخوایم این رمپ رو بیایم توی رویت ترسیمش رو انجام بدیم. خب من وارد نرم افزار رویت میشم و با استفاده از رمپی که خود رویت در اختیارم میذاره میخوام ترسیم رو انجام بدم. البته ما رمپ رو باید به صورت دستی خودمون ترسیم کنیم. پس ما یادمون باشه که ارتفاع کارم 2.80 و شیبه کارمون هم 15% هستش. بیایم طول خود رمپمون هم به دست بیاریم که خیلی میتونه کمکمون کنه در زمانی که میخوایم ترسیم رو انجام بدیم. خب ببینید بچه ها، ما شیب رو داریم 15%، حالا اینجا گفته 10%، این برای اینجاست. ما گفتیم 15% به عنوان مثال شیب رو داریم. ارتفاعمون هم که مشخص شده و طول رمپ رو میخوایم به دست بیاریم. برای به دست آوردن طول رمپ کافیه که ما ارتفاع رو تقسیم بر میزان شیبی که میخوایم داشته باشیم، یعنی 2.80 تقسیم بر شیبمون بشه. خیلی ساده طول رمپ به دست میاد. اگر من ماشین حساب رو اینجا داشته باشم خیلی راحت اینجا میگم که 2.80 تقسیم بر 15% که شیب من هستش 18.66، ما میگیم که طول کل رمپ من میشه. خب حالا من کارم رو استارت میزنم، میام توی قسمت ادیت تایپ و توی این قسمت دایمیشن در قسمت ماکسیمومش طول رمپم رو وارد میکنم. چقدر بود؟ من فراموش کردم، 18.66. حالا رو به بالا میگیرم، 18.867 در نظر میگم، یعنی 18 متر و 67. و میزان شیبم هم روی 15 اینجا قرار میدم، اپلای میکنم و اوکی میکنم. خیلی راحت اوکی؟ میام تو قسمت باندری و ترسیمم رو انجام میدم. ما باید اولین کاری که انجام میدیم اون قسمت کرو کارمون رو ایجاد کنیم. به عنوان مثال الان توی این رمپ، خب میبینین من اول میام این کرو رو ایجاد میکنم، طولش رو به دست میارم و بقیه رو ترسیمش رو انجام میدم. خب اینجا یه عکس بهتون نشون میدم بچه‌ها که از این ابعاد برای رمپ گرد شما باید استفاده کنید. یک دایره با شعاع 5 متر و 2 تا 175 سانتی متر من به این اضافه میکنم. خیلی راحت این برای من ایجاد میشه. ببینید توی قسمت باندری من میام سیرکل رو انتخاب میکنم، یک دایره میکشم، 500 رو اینجا براش وارد میکنم، 5 متر و آفست رو میزنم 2 تا 175 سانتی متر. توی یه بار دیگه اینجا 175 سانتی متر اینجا آفست میکنم، یه دونه اینجا به سمت بیرون، یه دونه هم دیگه به سمت بیرون. اوکی. خب حالا کاری که انجام میدم اینه که یه سری خطوط اضافی رو باید ما حذفش کنیم. میام توی رایزر و ابتدا و انتهای خود رمپ رو ما باید با رایزر ببندیم. این میشه انتهای کارم اوکی، که از اینجا مثلا ورود پیدا کنم بیان به سمت پایین. حالا من دارم چشمی ترسیم میکنم ولی با ابعاد دقیق. میام اینجا تریم میکنم، خطوط اضافیم از بین بره، عالیه. و یه دونه رایزر هم فعلا میتونم اینجا بذارم، البته این باید برداشته بشه اوکی. و اینجا هم من تریم میکنم اوکی، اینجا هم تریم بشه تا این قسمت، اینجا هم دیلیتش میکنم و به این میرسم، اینم بکشمش تا اینجا. خب بیایم ببینیم که طول اینجا چقدر هستش. میام توی انوتیت و آرکلند رو میزنم، خود آرکم انتخاب و ابتدا و انتهاش رو انتخاب میکنم که به من طولش داده میشه، 10 متر و 60 سانتی متر طول این قسمت هستش. خب رمپ من چقدر بود؟ 18.67 و اینجا هم 10.60. 8 متر و 7 سانتی متر من باید اینجا داشته باشم تا به ارتفاعی که میخوام برسم. خب 8 متر و 7 سانتی متر باید به قسمت اینجا اضافه بشه دیگه، اینا رو احتیاج ندارم دیگه، پاکش میکنم. مخصوصا خط وسط باید پاک شه.
میام توی باندری دوباره این لاین رو انتخاب میکنم، 8 متر و 7 سانتی متر یک سمت میکشم و توی این سمت هم دوباره 8 متر و 7 سانتی متر. گفتم با رایزر ابتدا و انتهای رمپ رو میبندیم، این برای که بستیم این برم میبندیم و من این رو تایید میکنم. میام توی نمای است و ارتفاع کارم رو میذارم، چقدر بود؟ 2 متر و 80. اوکی، این 2 متر و 80 ارتفاع کلی کار من بوده. میام توی 3D. ببینید الان اینجا برای ما یک مشکلی وجود داره که رمپ ما تا بالا ادامه پیدا نکرده. من اول این نرده ها رو پاک کنم، میام تو ادیت تایپ. بچه ها مشکل اینجاست، من 15 زدم، باید میذارم 0.15 و اپلای. اوکی، ببینید چقدر راحت ما از اینجا شروع کردیم. بذارید من این حالت رو هم رو روی شید بذارم. از اینجا که 0.0 ما هست شروع شده و تا اینجا ادامه داره، خیلی ساده این کار انجام شد. خب حالا در اصل رمپ ما از 0.0 میره به سمت پایین، درسته؟ من توی سربرگ اولم یک لول ترسیم میکنم اینجا از این سمت و اونو توی ارتفاع منفی 2.80 قرار میدم و حالا میام به این میگم که این لول چند؟ لول 3. میگم شروع تو لول 3 باشه و اتمامت لول 1 که میشه اینجا. خب حالا اتفاقی که افتاده اینه که رمپ ما خیلی راحت از لول 3 رفته به سمت پایین. خب حالا اگر دقت کنید این قسمتی که آرک رمپ من وجود داره توی پایین قرار گرفته، میبینید؟ در صورتی که من میخواستم برعکس باشه این موضوع، این بالا باشه. میام توی لول 1 رمپ هم رو انتخاب میکنم، یک فلش کوچیکی اگر دوبار روش کلیک کنم جهت رمپ عوض میشه. حالا ببینید این قسمت اومد بالا، درسته؟ و چیزی که ما داریم میبینیم به سمت پایین اینجا قرار گرفته و این رمپ با ابعاد دقیق الان برای ما اینجا گذاشته شد، خیلی ساده و خیلی راحت. حالا اگر بخوام قسمت زیر رمپم بسته باشه، میام تو ادیت تایپش و این رو روی سولید قرار میدم و اوکی میکنم. ببینید به راحتی این قسمت هم بسته شد و از این به بعد رمپ گرد رو شما میتونید به راحتی با ابعاد دقیق توی محیط روی ترسیمش رو انجام بدید. امیدوارم این آموزش براتون مفید واقع شده باشه. خدا نگهدار.